سلام کوکس چطورید خوبید امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشی و بهتر کنید دمتون گرم روز اومدیم یه ویدیو داشته باشیم نه ادیت خاصی داره نه چیز خاصی میخوایم یکم با هم حرف بزنیم درباره یه سری از موضوعات و بریم برای بقیه کار دیگه خب اول از همه این که میخوام درباره یه چیز صحبت کنم اونم این که پارسالی موقع ها بود که خب کارهای رپی و ما شروع کردیم تو چنل رو بیشتر کردیم البته قبلتر بود نسکه یه سال خورده ای. و خب اون موقع خیلی ویو کم بود اون موقع شاید هزار تا میخورد تو چه میم تو اوجش یعنی نهایتش هزار تا میخورد و نمه نمه اومد بالا الان جوری شده که بچه هایی که هستن اون موقع دمشون گرم اونایی که حالا با ما شروع کردن و اونایی که بدتر اومدن و با اون ویو شروع کردیم با اون کارو شروع کردیم و نمه نمه این و هر حال داستانی رو که نبود توی یوتیوب اووردیم رپ فارسی رو توی یوتیوب و کلی و هر حال بازخورد گرفتیم الان می‌بینیم که الان ویدیوها 40 کا 50 کا 60 کا میخوره و ویو های معمولی رو ده پونزک های در که اون موقع مثلا روی یکا بود و جا داره تشکر کنم از همه اون دوستانی که شروع کردن تو این کار تولید محتوا کردن اضافه کردن و در حد خودشون کمک کردن من خیلی کامنت ها میگیرم که خیلی ها که ما با تو رفت شناختیم و مثلا آشنا شدیم و مطمئنم که بچه های دیگه هم از این کامنت ها میگیرم و مطمئنم که بیشترم میگیریم از این کامنت ها و مطمئنم که کمک میکنیم به این داستان پس جا داره از همهشون تشکر کنم که دارم این فرنگ کمک میکنم و از همه آرتیستایی که اون موقع که شروع کردیم شاید بازدید خاصی که نبود شاید که نبود و حمایت کردن مثل علیزه جی جی مثل بهزاد لیتون مثل کچی بیتس مثل علی جیدال مثل کوروش و, و خیلی از بچهای دیگه که کمک کردن امیر تتلی و و و, و و و و, و, خیلی های دیگه که دمشون گرم کمک کردن اعتماد کردن به خیلی از بچه‌ها موقع شیر میکردن ویدیوها رو توی تلگرامشون توی اینستاگرامشون مصاحبه میکردن با گرم بدونه هیچ داستانی و خلاصه این گونه تا به اینجا رسیدیم الان یه جای خیلی خوب میشه گفت هست و آینده روشنی داره این داستان در حدی که الان بعضی از کسایی که سالها سو استریمن و اینا الان اومدن باید مثلا رپ هواشی بسازن میخوان ادو رپ هواشی درارن میخوان ریاکت کنن فلان 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 پس به جای خوبی رسیدیم و پتانسیل خوبی داره پس از همه مخاطبایی که اون موقع ساپورت میکردن که تا به اینجا برسیم از همه آرتیستا و از همه همکاران خودم تشکر میکنم که اینجا این دمتون گرم حالا این ویدیو راجع به چیه میخوایم چی صحبت کنیم گفتم که حالا این ویدیو رو بگیریم و این سری حرفا رو بزنیم بعضی وقت ویدیو اینجوری داشته باشیم خوبه یکم به حال با هم حرف بزنیم و از این داستان ها خب داستان اولی که از راجع بهش صحبت کنم اینه که یه مدت خیلی کارا در عجیب غریب پیش میاد مثلا وسیلم خراب میشه یه تیک از یعنی مشکل فنی پیش میاد بعد قرنطینه است نمیشه رفت فیلم الانم که میبینید توی دندون مندونم مشکل دارم و لوپ پمپ و داستانو خوب نمیتونم حرف بزنم مشکوک به کرونا بودم تو ایرانم بچه‌ها اونایی که هستن تیم یا ای برقشون قطع میشه یا نتشون قطع میشه من نمیدونم واقعا چه وضعیت مزخرفی تو ایران به هر جوری هست سوری میکشیم بریم جلو و به حال میخوایم صحبت کنیم و یه سری حرفا رو بزنیم عذرخواهی میکنم بخاطر بخاطر مشکلاتی که پیش میاد و کم کار شدیم و از این حرفا و اینو میخوام درباره اول از همه کلیک بیت صحبت کنم درباره این داستان که آقا کلیک بیت چیه چون میبینم دوستان نمیدونن و نسبت به تایتلی که میزنیم و تو تامنیل چیزی که مینویسیم یه سری ایرادات میگیرن و اینا گفتن خب اینو روشن کنیم که کلیک بیت خب یه داستانیه که مربوط میشه یعنی شما میای رو تامنیل یه چیزی میزنی که مربوطه به داستانت اما اونو کلیک خورتر میکنه با تیتر زرد یه کوچولو فرق داره تیتر زرد معمولا دروغه و خب دروغه دیگه من مثلا چه زنم فلانی مرد ولی اصلا اونجوری نیست میای تو اینه همچین داستانی نیست و این جوری رو بعضی از چیزا برای اینکه خب کلیک بخوره و لازمه بعضی وقتا انجام میشه پس اگه بچه های دیگه این کارو میکنن یا کلا توی کامیونیتی این داستانو میبینید زیاد مشکل خاصی نداره من اینکه یعنی خب بیان دروغ بگن و خب یه مسئله دیگه هست میخوام درباره یک صحبت کنیم دوستایی که خب اولش توضیح دادیم که از کجا به کجا اومدیم ولی الان یه جوری شده این داستان که هر کسی فکر میکنه راحت میشه از این پول در آورد و اومدن و هر کسی داره یه دوربینی میذاره و خیلی تعداد زیاد شده شاید شد بالای 40 یا 50 تا کانال ریاکشن من دیدم و اینجوری یه خواهشی دارم دوستانی که دارید شروع میکنید اگه قراری چیزی من این داستان اضافه کنید بیاید اگه نه فکر نکنید اینجوریه که یه ویدیو میذاری و فلان و بهمان و اینا و وقت خودتون رو منوی بگم تلف نکنید اگه قرار چیزی اضافه نکنید و فقط اینه که بیاید یه دوربین بذارید و پاچه یه خواننده رو بکنید و اینا جواب نمیده اولش شاید اوکی باشه پس وقت خودتون رو تلف نکنید برید سمت اون چیزی که میخواید این کارم سختی خودشو خودش رو داره الکی نیست و این داستان اینم خواستم بگم یک اینکه خب نکنید لطفا همینجور اضافه نشید به این داستان و وقتتون رو بذارید چیزای دیگه کارهای دیگه بکنید محتوای بهتر تولید کنید و خب درباره این خیلی از من می‌پرسن چه ریاکت کم میری و خب بچا ریاکشن دیگه هستن کانال ما مختص ریاکت نیست همونطور که میدونید ما اصلا با اخبار حواشی شروع کردیم درسته حالا شاید یکی از اولین ریاکتور هم گذاشتیم ولی زیاد رو ریاکت نیستیم بعضی جاها اون چیزایی که جنجالیه فلانه چون فکر می‌کنم اگه ریاکت بد بکنی یا مثلا نمیدونم ممکنه اون یو یه چیزی به ذهنت میرسه بگی که معمولا برای همه پیش میاد حالا آرشیو کارو بیاره پایین و این داستان ها و خب کانال روی ریاکت نمیچخم خب همون که میبینید ما مستند داریم مصاحبه داریم پادکست داریم و و و و و, و. برای همین زیاد رو ریاکت نیستیم همون تو ریاکت جنجالی هم بیاد 100 درصد می و اگه خیلی مثلا کارو خابیده باشه ریاکت می کنیم دربار ریاکت خیلی ها میگن که آقا 200 بار گوش بده بعد بیا ریاکت کن درسته میشه قبل ریاکت کارو گوش داد نه اینکه دروغ بگی منم دقت کنین تو کارنامم هست کارهایی که اومدم اولش گفتم آقا من اینو گوش دادم بعد اومدم ریاکت کردم کارهای هم گفتم نه آقا اولیشه و هیچ دروغ و این داستانایی نداریم ولی وقتی فرست ریاکت بشه خب جذاب‌تره معمولا هم فرست ریاکت می‌کنه و تو فرست ریاکت شما نمی‌تونی تفسیر درستی بکنی یا رو تفسیر کسی حساب باز کنی پس اینا همیشه رو ریاکت دادتون باشه اگه حرفی زده میشه 100 درصد درست نیست برداشت آنی از اون اولین باری که شنیدی شاید هم دو سه بار گوش دادن چون هستن تو بچه‌ها دیدم بعضیا معلومه قشنگه قبل از اینکه اون کلمه رو بگه طرف تعجب میکنه ولی خب داستانش اینجوریه دیگه این از ریاکت سری حالا چیزای دیگه رو توضیح بدیم درباره کامنت و کامنت که نه درباره اسکی و کامنت میخوام صحبت کنم فرهنگش من میبینم که حالا زیر چنل خودمون که خیلی کم اتفاق میفته ولی توی چنلهای دیگه و همچنین خب چنل خودم گرچه کم اتفاق میفته که مثلا فلانی از اون یکی کانال میاد میذاره و مثلا هشتگ اونا رو میذاره و فلان و اینا. ببینید شما اگه یه کانالی رو دوست دارید یا آرتیستی رو دوست دارید برید به اون حمایت کنی. یعنی اون رو حمایت کنید آقا برو برش تا میتونی کامنت بذار روزی 200 بار ویدیوهاشو ببین لازم نیست شما بیای تو توی کانال دیگه چون اکثرا هم بچه‌ها با هم دوستیم بیای بری و مثلا بنویسی چون این بعضی وقتا داستان ایجاد میکنه مورد داشتیم که فلانی اومده مثلا فوش داده به ما میسار و اینا ما از طرف فلانی هم بعد دیدیم نه نبود اصلا همچین داستانی و حرفا پس نکنید سعی کنید انرژیتون بزنید حمایت کنید از اون و در رابطه با داستان اسکی ببینید خب موضوعی که هست موضوع تو این آسان زیاده و همه موضوع هم که ما نعی بردیم میدونیم مثلا مختنه نبودیم که و خب شروع میکنیم میریم مثلا این رو میسازیم یکی دیگه هم ممکنه اونو بسازه یا یکی دیگه هم ریاکت کنه این اسکی نمیشه اسکی زمانی میشه که شما یه سیستم میسازی چند وقت بعد یکی با همون تایتل با همون موضوع همون حرفا میاد توی داستان این میشه اسکی و شما اگه دقت کنید میبینید این اتفاق افتاده بود مدت ها پیش و نسبت به تاریخ خودتون میتونید ببینید چیه دیگه تاریخ رو همیشه نگاه کنید چون من بعضی وقتا میبینم مثلا تاریخ رو نگاه نمیکنم اون تاریخ اون پایین داره یه سرچ بزنی اگه بلدم نباشی تاریخ انگلیسی و مثلا بدونی ماها چه و اینا راحت میتونی بفهمید پس این هست این اسکینا رو هم بندازید بیرون زیاد رو این داستانو گیر اگه حالا داستانی هم این بچه ها پیش میاد این حرفا بین خودشونه دیگه حالا یه داستانی هست و فکت ها هم تاریخ ها هست دیگه میشه اینو نشون بده اینو میخواستم توضیح بدم و اینکه یه توضیح میخوام بدم بود ساختم اینکه بود نسازیم بود ساختن زیاد اصلا قشنگ نیست حالا اینجا ما زیادی رفتیم بالا به و بود سازی می‌بینم که داره اتفاق میفته و از اشخاصی مثل امیر تطلو بسیار بود ساخته شده من همیشه احترام قائلم برای امیر تطلو برای اینکه خواننده خب سال هاست داره کار میده و تو این وضعیت ایران هر کسی 20 سال آهنگ بده واقعا احترام داره و اینکه یکی از پر مخاطب ترین هم هستم نمیشه نادیده گرفت و خب کارش هم درست داره کارش انجام میده حالا بعضی جاها بنده شاید مخالف باشم با اون نظرش یا شاید یه نقدی بکنم یا شاید مثلا یه جا رو دوست نداشته باشم معمولا هم میدونی من تو آهنگ با هیچی مشکل ندارم جز فوش مثلا مادر و فوش ناموس ها. این حرفا که به نظرم قشنگ نیست حالا نظر منه اصلا اشتباهه نظر منه و نظرم و هم میگم سعی میکنم که نظرم هم بگم روک بگم چون فکر میکنم اگه قرار بشه ما علکی تعریف کنیم پیشرفتی شکل نمیگیره و اگه آرتیستا دارن میبینن که دارن میبینن اگه من نقدی به ذهنم میرسه بگم میتونه به پیشرفتش کمک کنه اگه قرار باشه همه تعریف کنیم که خب همینجوری پیش میره و هیچ اتفاقی هم نمیفته و اگه قرار باشه الکی بوت بسازیم که خب این طرف میبینه که بوت شده دیگه هر کاری بکنه دوست داری پس هر کاری میکنه اون موقع است که موزیک ما ممکنه افت کنه منم نمیگم خیلی هم مثلا تو موزیک اصلا هیچ ادعایی هم ندارم ولی وقتی میبینم این جوریه به عنوان یه کسی که ده 15 ساله داره رپ فارسی رو دنبال میکنه میگم آقا این سلیقه‌م نیست یا بده نظرمو میگم و سعی میکنم که اگه میتونیم تو این کار رشد بدیم حالا سلیقه گوش شنونده ها که من میبینم بعضی میگن سلیقه رو عوض کنیم سلیقه به ما ربطی نداره هر کی دوست داره هر چی گوش میده ولی وقتی یه آهنگی یه مشکلی داره بهتر آدم بگه و سلیقه‌اش نیست بهتره بگه اینم از این پس هیچ من میبینم خیلی سام میذارن چرا با تتلی مشکل داری نه هیچ مشکلی نیست مثلا اگه با تتلی مشکل داشتیم خب نه اخبارشو میگفتیم نه ریاکت میکردیم نه هیچی اونایی که اینو میگن اگه دقت کنیم مثلا توی یه ویدیو 20 ثانیه ای من 10 تا تعریف ازش کردم دو تا نقد کردم اون نقدا رو میبینن و این تعصب رو بذارید کنار و بذارید آرتستتون پیشرفت کنه یعنی خودتون اگه نقدی توش میبینید با احترامش بگید و سعی کنید که پیشرفت به آرتستتون حمایت کورکورانه فوش دادن از طرف آرتیست به کسی که داره نقد میکنه یا به حال کسی که باش دشمنی یا دیست داره اصلا جالب نیست چون نمایانگر اون خواننده مخاطباشن اگه بخوای ببینی مخاطبه چی ارزه میکنه بعد بری ببینی که مخاطباش چیه تا وقتی میای از طرف خواننده فوش میدی اون یارو نمیگه او دمش اینو ببین چه فنی اومده فوش داده میگه نکن فنای طرف کیه پس اینم هم همیشه مد نظرتون باشه درست شد خیلی سنشون پایین خیلی ناراحت میشن و فلان و اینا ولی بعد اینا رو کم کم هندل کنید و هر چیزی میشه فوش مادر دادن چون من دیدم یارو مثلا مینویسه که به تو چه دوست داره فوش بده شما آزادی به خودت فوش بدی آزادی با خودت, خودت هر کاری بکنی ولی نمیتونی با بقیه همون کارو کنی داری به اون مثلا صدمه بزنی فلان میگی دوست داری میدونی داری به زندگی من صدمه میزنی تو زندگی خود آزادی هر کاری بکنی ولی وقتی بحث زندگی یکی دیگه میشه نه اینجوری نیست که بگی من دوست دارم زندگی اونو خراب کنم من دوست دارم به اون فوش بدم نه از این خبران نیست و لطفا اینو اونایی که حالا میدونید حالا مشکلشو داری یا دوستاتون سعی کنید که جواب اندازید نمه نمه یه مخاطبای خفنی داشته باشیم مخاطبای خفن زیاد داریم اون یه کوچولوی که اینجوری هستن سعی کنید تاثیر بذارید و از این داستان بیایم بیرون حالا میخوام راجع به چند تا چیز دیگه باهاتون حرف بزنم این که خب اون که نمیشم خدافیزی کلیک بیت بود صد در صد متوجه شدید و میخواستم صحبت کنم میاره تو دیگه میدونی حالا شاید چون هرچی مینوشتم نمیورد اونم تیتر زرد نیست و حالا بهش میرسیم خیلی هم می گفتم آقا نبودی فلانی خدافیزی کردی این داستانا از این خبران نیست اتفاقا داریم پورتر میایم پادکست ضبط شده قسمت دومش و قرار به زودی پخش بشه آرتیستی رو ما توی لیبل خودمون اووردیم و سعی داریم که حالا بیشترش هم بکنیم و کمک کنیم به آرتیست های جوان که درآمدزایی کنن و بتونن کار کنن اونم به این شکلی که حالا کمک هایی که از دستون برمیاد براش انجام میدیم و آهنگساز و استودیو و از این حرفا داستاناش انجام میدیم حالا با کسایی که تو این کار خبرن و مثل لیبل درست حسابی اونوری یعنی خارجی و اون اون هایی که باید داشته رو رعایت میکنیم یعنی اینجوری نیست که مثلا لیبل دیگه بیاد فقط پول بده که کارش پخشه نه کسی که دوست داشته باشیم کارش خوب باشه یعنی خودمون ببینیم که آقا استعداد داره و با کارش لذت ببریم و سعی میکنیم جذب کنیم اگه دوست داشته باشه و انگوش به صورت انصاری از یوتیوب ما پخش میشه و نسبت به ویوی که داره و درآمدی که داره درآمد به دست میاره و حالا فیت های و و و هزار تا کار دیگه موزیک ویدیو تیزر و این داستان ها انجام میدیم و خب اولیش داره میاد به زودی تیزر میاد بعد با خواننده آشنا میشید البته خواننده رو قبلا شنیدید یعنی رپر شو و در ادامه سعی میکنیم بیشتر بشه و اینکه همین دیگه قرار خیلی بیشتر به کنیم کلی کار دیگه داریم که خیلی توش هستن ولی خب هماهنگی ها و اینا بعضی هم تنبلی میکنن یا ذره اگه دارید میبینید و جز اونایی که دارید تنبلی میکنید حتما به دست برسونید که بریم دو سه ماه هست سار زدیم بعضی از کارا رو نشده هماهنگی جات با بعضی ها خب سخته حالا جای دیگه دنیا و قرار کارای بالی بکنیم سعی اون که کارای بالی بکنیم و بعضی وقت ما الان سه نفریم منم وحید نایت که شاید نایت دیده باشید تو کوکتل تیوی پلاس و خب نایت هم ادمینه کانال و همین که حالت منیجر داره منیجره و حالا خیلی جا تو ایران کارایی که باید شاید انجام میده از اونورم که خب وحید ادیتور اصلی و طراح اصلی کانال کش احتمالا دیدیدش خیلی ها تو مخصوصا که قدیمین و منم فعلا و قراری که اضافه کنیم ادیتور جدید اضافه کنیم کار جدید اضافه کنیم که بتونیم کارا رو بیشتر کنیم و خودم ادیت دیگه نذارم بقیه انجام بدن و این خانواده رو با هم رشد بدیم کوبکس قراره که بتره کنیم خیلی برنامه دارم بعضیش این مرو افتاد و من این کاغذ هم ببینم صحبت دیگه نمونده بود بکنیم نمونده بود صحبت دیگه یه تشکر دیگه میکنم از همه همکارا و از همه مخاطبا و از همه کوبکسی ها و از همه آرتیستا و از این یوتیوب حمایت کنید از این یوتیوب ها بچه ها حمایت کنید اگه با کار هر کی حال میکنید کامنتو کامنت رو بذار لایک و بکن سابسکرایب رو بکن همین تو چنل ما 44 درصد از کسایی که ثابت ویدیو رو میبینن ساب ندارن خب تو که با موضوع حال میکنی چرا ساب نمی میدونی داری حال میکنی داری استفاده میکنی داری میبینی ویدیو رو اون حاله به ما بده اون حمایت هم به ما بده اون انرژی هم به ما بده میدونی چون بعضی هم مثلا میگن آقا فلانی من پول هم کارشو بخرم به های کاره رو بدم فلان 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 این کاری که میتونی بکنی میدونی وقتی کارا داره میاد وقتی دارم بچه های انرژی میذارم وقتی آرتیست ها اومدن دارم مثلا محتوا میسازن میتونی بکنی اون کار که برای اکثر چنل های و هم این داستانه هست و حالا بجز اون یه درصدی که خود یوتیوب میپرونه ولی این داستانه هست پس بکن حمایت رو بکن اگه با کار حال میکنی انرژی رو بده انرژی برمیگرده وقتی تو حال میکنی انرژی میدی کار رو بهتر میبینی و این داستان ها دمتون گرم چه های خوبی داره میره رپ فارسی یوتیوب خیلی پیشرفت کرده توی قسمت رپ و خیلی پیشرفت کردیم تو اسپاتیفای آرتیست های نسل جدیدمون خیلی خفنن آهنگ سازا و همچنین رپ کنا و چشمانداز خوبی داره این داستان و یه درصد بزرگی هم یاره دوازدهم مخاطبان مثل فوتبال اگه بخوایم بررسی کنیم حمایت هیچ وقت یادتون نره دفاع از حق آرتیستاتون و اونایی که دارن کارشون رو درست انجام میدن مخصوصا رسانه ها حالا بچه‌ای که ریاکت میکنن و هر کسی که تو این زمین فعالیت داره اگه دوست دارید این داستان پیشرفت کنه حتما حمایت یادتون نره دمتون گرم مرسی از کوبکس عزیز که همیشه انرژی دادید و این ببخشید بازی من یکم صحبت کردم یه جوریه به خاطر این داستان دندونه و امیدوارم که همینچه یه کار خوب پیش بره میبینم اتون به کارهای جدید میاد منتظر باشید پادکست داریم رب هواشی داریم بالاخره بعد از تقریبا سه هفته و اینکه توی رب هواشی هم میخوام چیز کنم دیگه این سه هفته رو کامل پوشش میدیم و بقیه داستانه دیگه منتظر باشید میبینم اتون به زودی امیدوارم حالتون توپ خوب و علیه بوم باشه See